معمولا لفظ حکمت در آثار مبارکه فقط خیر، بلکه در همه جا، در همه اقوال، در همه آراء، در همه کتب و آثار، در هر جا که بحث نظری در میان باشه یا حتی از تدبیر عملی سخن برود به میان میاد، شایعه، متداوله. مخصوصا از جمله اصطلاحات اهل بهاست، علی الخصوص در تدبیر عملی تبلیغ جزء شرائطه. نه تنها جزء شرائطه، بلکه حتی یکی از دو رکن تبلیغه، یا بهتر بگیم یکی از دو سپاه تبلیغه، یکی از دو سپاه نصرت امره. چون این از اقوال شایع حضرت بهاءالله هست در بین احبا، به همین جهت تأکید زیاد درباره اش روانی است که می‌فرمایند مفاد کلام مبارک چنین است که برای نصرت امر الهی سرداری هست و اون تقواست، و این سردار دو سپاه دارد، دو جند دارد، یکی حکمت هست و یکی بیان، یعنی تقوا فرمان می‌دهد، حکمت و بیان در اجرای این فرمان در نصرت امر الهی پیش می رود و پیش می برند، پیش می روند و پیش می برند. به همین سبب ما که موظف به نصرت امر هستیم، مفتخر به نصرت امر هستیم، اون چرا که مأمورون به هستیم با این دو امر، یعنی با حکمت و بیان، باید پیش ببریم، به شرط اینکه هر دو فرع تقوا باشند. کافی نیست پرهیزگار باشیم، ولی لازم است و در غایت لزوم است و الزم لوازم است. کافی نیست حکیم باشیم، کافی نیست صاحب بیان باشیم، ولی این هر دو لازم است به دنبال اون امری که الزم لوازم است. یعنی شخص مبلغ بهایی، شخص ناصر امر حضرت بهاءالله، شخص مفتخر به این نصرت، باید متقی باشد و از اون پس در مرتبه دوم باید صاحب حکمت و صاحب بیان باشد، و جز این هیچ راهی دیگر برای نصرت امر ممدوح نیست، مقبول نیست، مطلوب نیست، مجاز نیست، نباید فکرشو کرد، نباید در پیش گرفت. حتی حکمت معنی عام می داره، یه معنی خاصی هم داره. معنی عامش دانستنه، دانستن راه، دانستن کار، دانستن طرز به کار بردن فکر برای پیش بردن کاره، و این معنی حکمته. با علم فرق داره، یعنی دانستن درش هست ولی معنی خاصی داره. هر دانستنی رو حکمت نمیتونیم بهش بگیم. با فلسفه فرق داره، این که تخصیص میکنم به بیان فرقون با فلسفه، این مناسبت است که گاهی فلسفه و حکمت رو به یک معنی به کار میبرن. فلاسفه و حکما وقتی میگن، از هر دو لفظ یک معنی رو اراده میکنن، مترادف میآورن. ولی به طور دقیق اگر بخوایم حرف بزنیم، باید توجه داشته باشیم که با هم دیگه فرق دارن.
فلسفه اگر تعیین مقام و موقف انسان رو در عالم وجود می کند، فلسفه اگر توجه انسان رو به اعیان اشیا معطوف می کند، فلسفه اگر جهان بینی به انسان می دهد، وقتی می تواند اسم حکمت به خودش بدهد که اون نظر رو که داده است، اون جهان بینی رو که داده است، اون تعیین مقام رو که کرده است، بتواند منطبق بکند بر احوال انسان به طور عام و تعیین دستور عمل بکند، یعنی خودش رو با اون چه به نام زندگی نامیده می شود تلفیق بکند، تطبیق بدهد. حکیم فقط کسی نیست که به عنوان فیلسوف بخواهد و بکوشد یا گاهی بتواند راز و رمز جهان را دریابد، بلکه حکیم ضمناً کسی است که بتواند راه نمای انسان در این جهان بر طبق پی بردن به اون رمز و راز بداند خودش رو. تا کسی به این مقام در نیاد حکیم نیست. به همین سبب است که لفظ عربیش فرق میکنه، یعنی صرف اکتفا نمی کنن به این که لفظ معرب فیلسوف رو به جای حکیم هم به کار ببرند، همینطور لفظ فرنگیش هم فرق میکنه، فیلوزوفی با ساجس یا ویزدم فرق داره که همان است که بهش میگیم حکمت، یعنی همین ساجسه، همون خردمندیه. معذالک چون اغلب فلاسفه یا بهتر بگیم بزرگترین هاشون در سرت برآمدن که به یک همچو کاری دست بزنند، یعنی اون چرا که یافتند، فهمیدند، درک کردند، خواستند به عنوان راهنمای انسان اون رو در معرض نوع بشر قرار بدهند، استحقاق این که لفظ حکیم برشون نهاده بشود شده اند و هستند و می توانیم بهشون بگیم حکیم. بنابراین حکیم کسی است که نه از طریق وحی بلکه از طریق عقل راه زندگی در علم و عمل و اخلاق و هنر، در پیشرفتن به سوی زیبایی و نیکی و درستی و در نتیجه راه یافتن به کمال رو به انسان نشون میده. و این عرض کردم نه از طریق وحی، چون در اون صورت نبی میشد، رسول میشد یا مظهر امر میشد، بلکه صرف از طریق عقل است، یا صرف از طریق ذوق است، یا با اختلاطی از عقل و ذوق است، با هر دو جنبه است، اما از اینکه مشرب حکیم چه مشربی باشه. البته این حکمت گاهی به یک معنی که از این هم خاص‌تر است به کار می رود و اون به این معنی است که ما در موارد مخصوص در یک مورد معین و مشخص هم بتوانیم اون چرا که باید کرد فوراً منطبق بکنیم بر همون مورد مخصوص عمل، یعنی صرف اکتفا به کلیات در ما نباشد، بلکه در هر مورد مشخصی به سرعت با تیزیابی، با تیزهوشی فوراً بدانیم که چه باید کرد و همون رو که باید کرد بکنیم، به طوری که صرفاً یک کاری رو که خود به خود درست است در مجرای غلط نیفکنیم. ملاحظه اوضاع و احوال و مختزیات و جهات و جوانب امر به صورتی که بشود اونجی رو که صحیح هست
طوری انجام داد که با موفقیت همراه باشه، به همون هم ما حکمت میگوییم. مثلا وقتی که میگیم باید مراعات حکمت کرد، این همون احتیاط است، این همون اعتدال است، این همون مراعات اطراف و جهات و جوانب است، این همون توجه به جریان جزئی و خصوصی امر در یک حالت معین است، این همون غافل نبودن از زمان و مکان و اون چه از زمان و مکان بر ما تحمیل می شود و در فکر مجرد و منتزع من تأثیر می کند. این همان است که اگر مراعات نشود چه بسا افکار صحیح به هدر می رود، افکار صائب به هرزه تلف می شود. و به همین سبب کسانی که صاحب نظرند، کسانی که صاحب فکرند، وقتی که وارد میدان عمل می شوند، اون فکر کلی صحیح، اون نظر صاحب دقیق، به همین مناسبت که غافل از این اوضاع و احوال جزئی و خصوصی محیط بر این امر بودند، نتوانسته است به ثمر برسد در وجودشون و در عملشون و در کارشون. به همین سبب است که کارشون ضایع شده، کارشون تلف شده. به جای اینکه اجری به دست آورند، خودشون رو هم بی اجر کردند، بی قدر و بی قرب کردند و مقام فکری خودشون رو هم پایین آوردند، برای اینکه به ظاهر نتیجه‌ای رو که باید حاصل بکنه نکرده و به همین سبب خود فکر هم نادرست جلوه کرده است و حالا که صحیح نیست این قضاوت، ظالمانه است، دور از حکم عدل و انصاف است. این رو هم ما بهش میگیم حکمت. معمولا اگر بخوان بد تعبیر بکنن در این موارد، میگن اختفاء، میگن استتار. اگر بخوان یک کمی بهتر تعبیر بکنن میگن اعتدال، میگن احتیاط. ولی اگر بخوان بهترین تعبیرش رو به کار برند، همان است که از قلم اعلی نازل شده است، یعنی باید بگویند حکمت. شما البته کاری رو که میخواید بکنید برای تربیت طفل عزیز و محبوب خودتون، برای برگردوندن او به راه راست و درستی که تصور میکنید داره از اون راه راست و درست منحرف میشه، البته اگر او بداند که شما چی میخواید بکنید، چون طبعش خلاف این میخواد، به همین سبب راه رو بر شما میبنده، سد میکنه. اینه که شما طوری عمل میکنید که او واقف نشود مستقیما به این که قصد شما چیست. راهی در پیش میگیرید، مراعات مصلحتی میکنید که او رو بدون اینکه بداند و بخواهد متوجه کاری بکنید که شما خودتون میدانید که درست است و میخواهید که همونطور باشد. البته اینو می توانیم بگیم در ابتدا به طور استتار عمل کردن، به طور اختفا عمل کردن، ولی این لفظ لفظ نامطلوبی است، برای اینکه همیشه در استتار و اختفا یک نوع نیتی که نشان از کذب دارد پنهان است، نشان از جبن دارد پنهان است. و حال اینکه این امر هرگز به قصد این که ما مرتکب کذب یا جبن شده باشیم از ما سر نمیزه. بنابراین نمیگیم استتار یا اختفا، میگیم احتیاط. و بهتر از اون لفظی به کار میبریم و میگیم اعتدال. و بالاتر از همه اینها در همین مورد لفظی به کار میبریم، میگیم حکمت،
یعنی بدانیم که چگونه باید کار بکنیم تا اون مقصدی رو که می‌خوایم به دست بیاوریم به دست بیاد. چون صرف کافی نیست خود مقصد نیکو باشد تا بتواند به دست آید. البته چرا گفته میشه حکمت؟ برای اینکه وسیله وصول به هدف، وسیله وصول به غایت هم مثل خود اون نیکو باشد. اگر به صورت دیگری تلقی بشود، وسیله وسیله بدی خواهد بود و وسیله بد ولو برای وصول به مقصد خوب به کار برود، اون مقصد رو هم بد عذاب در خواهد آورد. و این قاعده برای ما درست نیست که میگویند هدف وسیله رو توجیه میکنه. هرگز اینطور نیست. وقتی وسیله وصول به هدف از لحاظ صحت، از لحاظ متانت متناسب با خود هدف نباشد، هدف رو هم تضییع میکنه، افساد میکنه، تباه میکنه و از میون میبره. برای هدف خوب وسیله خوب هم باید به کار برود. به همین معانی است وقتی ما میگوییم در تبلیغ امر حکمت باید به کار برد، که هرگز به این معنی نباید باشه که باید ترسید، باید دروغ گفت، باید پرده پوشی کرد، بلکه به این منظور باید باشد، به این معنی باید باشد که بدانیم که چگونه باید کرد و از کجا باید آغاز نمود و به کجا باید دست برد تا بتوان موفق شد در این راه. این رو میگیم حکمت به معنی اخص خودش که زبان زد ماست. در همه امور علل خصوص در خدمات تشکیلاتی اما به معنی دیگر خودش که حکمت به معنی علم، به معنی فلسفه با همون تعبیر خاص خودش که عرض کردم به کار می رود، یعنی فیلسوفی که جهان بین است، جهان رو می شناسد، انسان رو می شناسد و وضع انسان رو در جهان در می یابد و نظر می دهد که انسان در جهان کیست و چیست و چگونه است و کجاست و رو به کجا می رود یا رو به کجا باید برود. وقتی که این رو تعیین می کنه و با تعیین همین امور فیلسوف می شود، شایسته لقب فیلسوفی می شود، اون وقت اگر توانست این رو تطبیق بکند بر حال انسان و انسان رو بتواند به دنبال خودش بکشاند، یا بهتر بگیم دنبال انسان بیستد و او رو در این راه به پیش براند و در یک همچه حالی بتوان به او حکیم گفت، وقتی در نظر بگیریم اون وقت یه بحثی به میان میاد و اون بحث این است که آیا حکمت به این معنی که مترادف با فیلسوف است، یا بهتر بگیم مکمل و متمم معنی فیلسوف است و گاهی لفظ حکمت به جای لفظ فلسفه به کار می رود، از لحاظ ما چگونه است؟ امر صحیحی است؟ امر مطلوبی است؟ امر مقبولی است یا چنین نیست؟ در واقع بحث برمی گرده به خود فلسفه، به همون معنی خاص خودش، به طوری که بتواند نام حکمت به خودش بگیره. در بعضی از عرایض به این مطلب اشاره شده در جواب سؤال شایعی که معمولا در بین احبا وجود دارد و اون این است که وقتی ما مأموریم که به علومی توجه بکنیم که از اون علوم فایده ای آید بشود، نه این که به لفظ آغاز بشود و به لفظ انتها بپذیرد، وقتی این طوره آیا فلسفه مثل بسیاری از علوم دیگر که در همین موارد اسمشو به زبان می آورند در ردیف همین علومه، در ردیف همین معلوماته، یعنی در ردیف همین بحث الفاظ است که باید به کنار نهاده بشود، باید از اون صرف نظر بشود، باید مورد غفلت قرار بگیرد، یا اینطور نیست؟
منظور این است شخص بهایی تکلیفش در مقابل فلسفه و در مقابل فیلسوف چیست؟ آیا چون بهایی است فیلسوف رو باید به عنوان کسی که از لفظ شروع می کند و به لفظ تمام می کند بدون اینکه فلسفه او فایده‌ای در عمل حاصل بکند کنار گذاره، دور بیندازد، یا اینکه به قدر و مقام فیلسوف و حکیم واقف باشد، بشناسد، عزیز بدارد و حتی در پی تحصیل اون بر بیاید؟ البته به طور کلی جواب این سوال معلومه و بارها تکرار شده و اون جواب این است که هرگز در اینجا مقصود تقسیم علوم به دو قسم مفید در عمل و غیر مفید در عمل نیست، بلکه تقسیم هر علمی به این دو قسم مورد نظره، به این معنا که شما هر علمی رو میتوانید طوری، به طریقی، از راهی، به روشی در نظر بگیرید و ادامه بدهید و تعقیب بکنید که مفید باشد و به صورتی میتوانید در بیاورید که فایده‌ای حاصل نکند. با الفاظ شروع بشود و با الفاظ تمام بشود. واقعا چی مهمتر و چی بالاتر از علم به شرع که معمولا به اون میگویند فقه، علم به تکالیف شرعی انسان، تکالیفی که به حکم شرع بر انسان مترتبه؟ دیانت چه علمی رو میتواند شریفتر از همچه علمی تلقی بکن؟ علم به احکام شرعی هر دین که چگونه باید نماز خون، چگونه باید روزه گرفت، چگونه باید رفتار کرد، از چه اموری باید پرهیز کرد و چیا رو باید مباح دونست و چیا رو باید تحریم کرد. شخص متدین هیچ علمی رو شریفتر از همچی علمی نمیتونه بدون. اما همین علم رو دیدید و دیدیم که توانستند به صورتی در بیاورند که جز تضییع عمر و ابطال وقت هیچ نتیجه از اون حاصل نشود، به این معنا که به جای اکتفاء به کلیات، به جای توجه به روح امر، به جای توجه به آنچه مقصود حقیقی شارع است، وارد بحث در جزئیات شدن، به تقسیم و تشقیق مطالب پرداختن، هرچه توانستند شقهای مختلف را از هم جدا کردن، هرچه توانستند فرع درست کردن و از فرع هم فرع دیگری متفرع کردن، به طوری که یکی از احکام فرعی مربوط به یکی از عبادات که خودش جزء فروع دینه به صورت علمی در آمد که بحث اون لایتناهی است. مثلا به این صورت که وضو رو چگونه باید گرفت و در گرفتن وضو مثلا در حین شستن دست آب رو چگونه باید ریخت، به چه حدی از ریختن آب باید ارتفاع کرد، از کدام جهت باید ریزشش رو حاصل کرد. البته میدانید هر بحثی ولو کوتاه باشه، ولو مجمل باشه، وقتی شما تشخیص فروع و شقوق دادید، همینطور میشود این فرها رو، این شقها رو رفته رفته مفصل تر کرد، متول تر کرد، از هر کدوم یه فرع دیگری متفرع کرد و درباره هر فرع متفرع از فرع دیگر عقاید مختلف رو با هم رو به رو کرد و یک کتابخانه تشکیل داد، مثلا برای بحث در مورد وضو یا برای بحث در مورد نجاسات یا برای بحث در مورد اغذیه حلال و حرام یا بحث در مورد کیفیت فرد، فرمید که طهارت، یا بحث در مورد مواضع شک و سهو در عبادات و امثال ذلک. بنابراین ملاحظه می فرمید که اشرف علوم، اجل علوم که راهنمایی انسان رو می کرد در توجه به
احکامی که خدا بر او مقرر داشته بود توانست به صورتی در بیاید که فایده‌ای جز تزیه عمر و جز ابطال وقت حاصل نکند و برود جز علومی که باید داغ بطلان بر پیشانیش نهاد. فرمان رب اعلی نقطه اولا، همه رو با آب شست یا با آتش سوخت یا به هر وسیله که میتوانیم اون رو نابود کنیم، از میان ببریم، یعنی تمام کنیم این قیل و قال رو، تمام کنیم. قالی رو که حال رو از بین میبره، لفظی رو که معنا رو لطمه میزند، بشوییم و به کنار بنهیم. بنابراین این علوم نیست که تقسیم میشوند به دو قسم باطل و مفید، که بعضی از اونها رو بگیم باطل است و کنار بگذاریم، بعضی ها رو بگیم مفید است و دنبال کنیم، بلکه هر علمی رو میتوانیم به یکی از این دو صورت در بیاریم. در مورد فلسفه هم همینطوره. فلسفه میتواند به صورتی در بیاید که صرف بحث الفاظ باشد، به طوری که در قرون وسطا در دوره اسکولاستیک به همین صورت در آمد. فلسفه عبارت از یک رشته بحث‌های تمام نشدنی در مورد جزئیات مطالب بود که بر کلیات متفرع می‌کردند و به همین سبب برای توضیح مطالبی که متفرع کردند بر اصول و از اون فروع هم باز مطالب دیگر متفرع کردند، حاشیه بر حاشیه می‌نوشتند، کتاب رو تلخیص میکردن، وقتی تلخیص میکردن دوباره اون خلاصه رو شرح میدادن، دوباره بر اون شرح حاشیه مینوشتن، و عمرها بود که به همین صورت تلف میشد، پیاپی میامد و میگذشت و تلف میشد. و انسان وقتی به دقتی که در این بحث ها میشود گاهی تأمل میکنه، افسوس میخورد که فکری که میتوانست اینقدر دقیق باشد چرا باید پرداخته باشه به مطالب لا یسمن و لا یغنی؟ چرا باید پرداخته باشد به مطلبی که هر قدر به درازا بکشد همون قدر مهمل بودنش رو بیشتر نشون میده، همون قدر تأثیرش رو در ابطال عمر و وقت و همت آشکارتر میکنه؟ البته یکم چه حکمتی میرود در ردیف کلام، در ردیف فقه، در ردیف اصول، در ردیف صرف و نحو و صاحب علم میگوید بشوی اوراق اگر هم درس مایی. صحبت صرف و نحو کردیم. صرف و نحو دستور زبان است. دستور زبان عربی رو میگیم صرف و نحو. و چه علمی شریفتر از این که به انسان درست سخن گفتن بیاموزد. اما در همین علم که در سخن گفتن میاموزد و علم صرف و نحو است، اموری هست، مطالبی هست که میتوان به اونها اکتفا کرد و همون قدر برای درست گفتن و درست نوشتن کافی است. اما شما دقت بفرمایید و ببینید که در همین علم نحو چه معرکه‌ای از قیل و قال پا کردن و دامنه بحث رو به کجا کشوندن و چه مواردی رو به میان آوردن که هرگز فرصتی این که یک همچو مشکلی برای انسان حاصل بشه و در ضمن سخن گفتن تا بتواند اون رو با مراجعه به این دستور رفع بکند فراهم نخواهد شد. ممکن است یک بار در یک میلیون بار پیش بیاد که انسان تصادف بکنه با یک همچو امر جزئی که در مورد فلان مطلب نحوی فلان عالم فلان ادیب موشکافی کرده و نکته سنجی کرده برای اینکه بگه این طوره، تازه او گفته این طوره، دیگری گفته است این طور نیست و اون طوره، و بر سر اینکه آیا این طور است یا اون طور است چه نعله اینها که بالا نرفته است و چه توفان ها که بر نخواست. پس به همین ترتیب معلوم می شود
که هر چه مطلب علم کلی تر باشد، یعنی علم خودش رو اسیر جزئیات نکند، خودش رو به دامن فروع و شقوق نیندازد و بحث‌هایی درباره مقابله این فروع و شقوق و میون نیاورد و حاشیه بر حاشیه ننویسد، همونقدر شرفش، قدرش، قیمتش محفوظ میماند. فورا حرفمو تصحیح بکنم، تکمیل بکنم که وقتی در این مورد گفتم علم، منظورمون همون علوم مربوط به تعیین وضع و موقع و موقف انسان است، یعنی منظورمون فلسفه و حکمت است. و الا در علوم دقیقه، علوم دقیقه یعنی ریاضیات، فیزیک، شیمی، طب، تکنیک، در این موارد البته جزئیات چون همیشه تکلیفش رو به نحو قاطع و محدود می شود مشخص کرد، بحث در مورد جزئیات به منزله تفصیل علم، تشریح علم، و از هر کدام از این مراتب تفصیل و تشریح هم فایده‌ای به دست میاد و میتوان به دست آورد. درست برعکس فلسفه، برعکس حکمت که در اونجا هرچه مطلب کلی تر باشد، به طوری که فکر، ذوق، نظر رو در محدوده نگه ندارد، به تنگنا نیندازد، همونقدر شریفتر است، همونقدر عالی تر است، همونقدر کمال و جلال و جلوه و رونقش بیشتر. و زیبایی حکمت هم در همین جاست، درستی فلسفه هم در همین جاست. ببینید، یه وقتی هست که شما میخواید در ضمن بحث فلسفی خودتون که راه نمای حیات علمی و ذوقی و عملی نوع انسان میخواهید که باشه، میخواهید تعیین تکلیف در مورد جزئیات بفرمید، یعنی حتی در حکمت هم چیزی به نام شریعت که در دیانت وجود داشت وارد بکنید. اینجاست که ناگزیر نظر شما محدود می شود، نظر شما تنگ می شود، و با این تنگ نظری مستمع خودتون رو، مخاطب خودتون رو، خواننده خودتون رو، شنونده خودتون رو هم به زحمت و صعوبت می افکنید. و در همین جای خطری به وجود میاد در فلسفه که در هر موردی که به وجود آمده فلسفه رو رو به انقراض برد، و اون خطر، خطر دوگماتیسمه. دوگماتیسم یعنی در آوردن فلسفه به صورت یک سلسله از دوگمها، دوگماها، یعنی عقایدی که باید اونها رو به همون صورت گرفت و پذیرفت و داشت و به همون صورت اونها رو نگه داشت، به همون صورت اونها رو قبول کرد، حتی هر گونه تجدید نظر و تکمیل و اصلاح در اونها رو هم تکفیر کرد، تقطعه کرد. وقتی است که فلسفه به این صورت در میاد، یعنی اون چه در ابتدا از بحث انتقادی آزاد فکر انسان مایه می گرفت، یه چارچوبه ای از دوگمها، یه چارچوبه‌ای اگر بتونیم بگیم از شرایع فلسفی درست میکند و فکر رو در اون چارچوبه محدود نگه میدارد، میگوید همین طور فکر کن که من میگویم، که من میخواهم. عرض کردم همین طور فکر کن که من میگویم و من میخواهم. گاهی در دین این طور هست، گفته میشود این طور اعتقاد داشته باش، اما اعتقاد دینی با تفکر فلسفی فرق دارد. اگر اعتقاد دینی بخواهد
رنگ تفکر فلسفی تصنعاً به خودش بدهد، دین رو به راه خطا میبرد. همینطور هم تفکر فلسفی اگر بخواهد به اون چه حاصل فکر بشری است یا رنگی از اعتقاد بدهد که مردم باید اون اعتقاد رو داشته باشند بدون اینکه از مقام وعی که اعتقاد رو حاصل میکند گرفته باشند، اون وقت است که دوگماتیسم پدید میاد. و عجیب این است که بعضی از اصحاب این دوگماتیسم ها این افکار جازم در صحت بی قید و شرط اقوال و آراء خودشون، اینها خودشون رو مخالف ادیان هم جلوه میدن. یعنی اول دین رو تخطئه میکنه، حتی داغ دوگماتیسم بر پیشانی دین میزنه و بعد از اون خودش چیزی درست میکنه که هرگز در شدت و صلابت کمتر از دوگماتیسمی که به نزاع با اون رفته بود نیست. در همین جاست که این فلاسفه نظرشون رو محدود میکنند، محدود به حدود جزئیات و امور. برای همه چیز یک قالب درست میکنند، برای همه چیز یک کادر درست میکنند. تکلیف هر فکری رو در همه جزئیات خودش معلوم میکنند، یه مجرا ترسیم میکنند برای فکر انسان و این مجرا رو در جزئیات نشون میدن که باید به همین صورت جریان پیدا بکنه. عیناً مثل آبی که شما از بالا بریزید و این آب وقتی میاد به خاک میرسد، ناگزیر در خاک برای خودش یه مجرایی پیدا میکنه که ارتباط داره با که کمیت آبی که ریخته شده، سرعتی که به اون داده شده، بعد فراز و نشیبی که این خاک پیدا میکنه در مقابل این آب، ناگزیر یه مجرایی پیدا میکنه و در همون مجرا جاری میشود و باید هم در همون مجرا جاری بشه. این قبیل حکما فکر انسان رو، روح انسان رو به همین صورت در می آورند، یعنی مثل آبی که در خاک باید جریان پیدا بکنه و تابع فراز و نشیب مجرای خاکی خودش باشه. فکر درست یخ می زند، درست بلور می شود. وقتی میگیم بلور می شود، منظورمون تشبیه در صفا و تراوت و لطافت به بلور نیست که حاکی ماوراست، شفاف است، که هرگز پرده ای پوششی برای نظر نمی شود، بلکه منظورمون به قالب افتادن، شکل گرفتن و از جریان افتادنه، همون که معمولا بهش میگن تبلور. فکر متبلور می شود، منجمد می شود، راکد می شود. چرا؟ برای اینکه صاحب نظر نظر خودش رو طوری داده که ناگزیر کسی رو که می باشه نظر رو بگیره و پذیره محدود کرده در قالب معینی، در قالب مشخصی. و از همینجا همون دوگماتیسمی به وجود آمده که در قرون وسطا بلای جان فکر آدم شده بود، بلای جان فکر انسان شده بود. هزار سال فکر انسان رو به ظلمت و تنگنا افکنده بود. تصور نفرمایید که در قرون وسطا صاحب نظران نبودند، حکما نبودند، اهل نظر نبودند، اهل ذوق نبودند. چه در قرون وسطای مسیحی، چه در قرون وسطای اسلامی، اگر وارد شرح ماجرا بشوید می‌بینید که چه ذوق‌های برجسته‌ای، چه فکر‌های بزرگی ظاهر می‌شوند. اما همه اسیر همین جزمی می شود که یک نوع تعبد در حکمت ایجاد میکنه و این تعبد رو به جزئیات امور سرایت میدهد. و به همین سبب کسانی در خود همون قرون وسطا در مقابل یه همچو اشخاصی که اسمشون رو فقط حکیم یا فیلسوف داشته بودن به جدال برمیخیزن، به نزاع برمیخیزن، روی برمیتابن، مدرسه رو محل قیل و قال میبینن، میخواهم که مدرسه ویران شود. مدرسه ای رو که دارالعلم است دارالجهل میبینند. چرا؟ بلن که ذوق رو میکشه، عشق رو میکشه، عرفان رو از بین میبره، وسعت نظر رو تمام میکنه. همه اینها ناشی از این است که حکیم نظرش نظر محدودی بوده، یعنی به این ترتیب که هر بار که فکر میکرده با فکر خودش یه چارچوبه میساخته، در اون چارچوبه یا
یه فکری رو مقید میکرده، اون چارچوبه رو وصل میکرده به چارچوبه های دیگر، و به این ترتیب رفت رفته یه شبکه ای از فکر درست میکرد که اینن مثل تاری که عنکبوت باید بکنه و خودش هم در اون میان محفوظ بماند. فکر انسان حتما باید در این شبکه باشه، این شبکه و این تارهای مشبک آن که هرگز تعداد و حفرهاش هم قابل تجاوز نیست. بنابراین در همونجا باید باقی موند، در همونجا باید محبوس موند، در همونجا باید محصور موند. البته پیداست یک همچو وضعی جریان را از بین میبره، سیلان را از بین میبره. وقتی جریان و سیلان از بین رفت، حیات از بین رفت است. و همین حکمت است که آفت است، همین فلسفه است که در واقع سفسطه است، همین علم است که در واقع جهل است. و به همین سبب است که مظهر امر الهی وقتی می‌خواهد حکمت رو تمجید بکند، حکما رو تقدیر بکند، نشون بدهد که امر اعظم او نه تنها منافات با حکمت ندارد بلکه دوستدار حکمت است، بیان خودش رو محدود به این حد می کند که بفرماید من حکمای وسیع النظر رو دوست می دارم. وسعت نظر در حکمت. وسعت نظر در حکمت به چه معنی است؟ از بیان ما روشن شد وسعت نظر در حکمت به این معنی است که حکیم سعی نکند فکر رو از جریان بیاندازد. امام حکما پیشوای حکمت در ابتدا همین نصیحت رو کرد، همین اندرز رو داد که مبادا فلسفه به صورت تعالیمی در بیاد، به اصطلاح امروز از پیش ساخته، از پیش پرداخته و تحویل و تسلیم کسی بشود که میخواهد حکمت بیاموز، بلکه فلسفه باید به صورت کوششی در بیاد که اون کوشش باعث میشود که خود فکر جاری باشد، خود فکر سیال باشد، و شما فقط باید محرک این فکر باشید برای جریان، برای سیلان، برای حرکت. تا وقتی این جریان رو پیدا کرد خودش بتواند نمایش پیدا بکند، خودش بتواند مداومت پیدا بکند، خودش بتواند سیری به دست بیاورد که اون سیر هرگز او رو در جای متوقف نمی کنه. و در همین جاست که می گوییم فیلسوف حقیقی معمولا در بین دو نقطه قرار می گیرد، یک نقطه آغازه، یک نقطه انجامه. بعضی از صاحب نظران، بعضی از صاحبان افکار در نقطه آغاز در جا میزنند، میگویند من پیش نمیروم برای اینکه پیش نمیتوانم بروم، برای اینکه خودم را عاجز و قاصر از پی بودن این راه میبینم. اینها کسانی هستند که بهشون میگیم شکاک، اهل شک، جرأت اینکه قدم پیش بگذارد ندارد، خودش رو قاصر میبینه از اینکه راهی بپیماید به سوی دریافت حقیقت، به سوی تحصیل معرفت. کسانی هم هستن که خودشون رو درست در نقطه مقابل میبینن، یعنی در انجام کار میبینن، به مقصد رسیده میبینن، میگوین هرچه بود و نبود به دست آمد و تمام شد، ما دیگه در موقفی هستیم که بعد از ما امکان ندارد که هیچ گونه سیر دیگری پیش بیاید. چرا؟ برای اینکه رسیدیم به جایی که رسیدن به اون امکان داشت، امکان پذیرفت. بنابراین اون چرا که میخواهند این است که مردم به سوی اونها بروند و اونها رو در همون نقطه بیابند، وقتی یافتن خودشون رو واصل و مقصود ببینند. بلایی که به اون میگیم بلای خاتمیت، همونطور که گریبان ادیان رو گرفته، گریبان فلسفه ها رو هم گرفته، گریبان حکمت ها رو هم گرفته. خیلی از حکما بودن که خودشون رو خاتم و حکما می دانست، به این معنا که گفتن اون چه بنا بود گفته شود گفته شد و تمام شد، و به همین جا که رسید دیگر مطلبی باقی نموند،
دیگه مطلبی حاصل نیست، کسی دیگر چیزی ندارد که بیاموزد، برای اینکه هرچه بنا بود آموخته شود من آموختم. آموختم هم به معنی لازم یعنی خودم به دست آوردم، هم به معنی متعدی یعنی به دیگران یاد دادم، هر دو حاصل. بنابراین نقاوه حکمت به دست آمد، بر تمام شقوق و فروع و تفاصیلش معلوم شد که معرفت چه باید باشد. هم در شرق بودن از اینها، هم در غرب بودن از این، هم در عالم اسلام از اینها بودن، هم در عالم مسیحی از اینها بودن، هم در یونان از اینها بودن، هم در اروپا از اینها بودن. شما شاید تعجب کنید از این که بشنوید کسی که واضحه که نمیتونیم بگیم، کسی که مبتکر طرز خاص فکر دیالکتیکیه در قرن 19 هم اروپا که معمولاً یک نوع حرکت و سیر مدام رو اقتضا میکنه، یعنی هگل فیلسوف بزرگ آلمان، به جایی رسیده است که میگوید سیر دیالکتیک فکر و حکمت و مدنیت رسید و تمام شد، به سر رسید، حاصل داد، ثمر داد و دیگه چیزی نداره که به دست بیاره، به اوج خودش رسید. چرا؟ برای اینکه هگل پدید آمد و این هگل در بین نژاد ژرمن پدید آمد. فکری عرضه شد که قوی ترین افکار است و این فکر در میان قومی عرضه شد که عالی ترین اقوام است. ملاحظه می‌فرمایید؟ فکری رو که خودش بر اساس جریان و سیر مدام و تغییر دائم است، به صورتی در میاد که متحجر میکنه. وقتی متحجر کرد کدر میکنه، شفافیت فکر را از بین میبره، محدود میکنه، یعنی به قالب میاندازد. و در همینجا کسانی پیدا میشن که خودشون رو میگن به اسم ارتودوکس روی خودشون میذارن، یعنی کسانی که میخوان اینان این دوکس ها رو، این دوگم ها رو به همون صورت که بوده است محفوظ نگه دارن و هر گونه تجدید نظری رو که در اون به عمل میاد به زبان فلسفی تکفیر کنن، تخطئه کنن و رد کنن و کنار بگذارن. ملاحظه فهمید که چگونه نظر میتواند محدود بشه. پس نظر محدود در حکمت، در فلسفه، نظری است که میتواند فکر رو محدود بکند، یعنی فکر رو به قالب بیندازد، در همون قالب متبلور بکند، منجمد بکند و بگوید حقیقت همین است که گفتم و تو شنیدی، یاد دادم و تو یاد گرفتی، تحویل دادم و تو تحویل گرفتی، همین رو بپذیر، بگیر و نگه دار، دیگه کارت به هیچ چیز نباشه، با اینکه حقیقت برات حاصله، مطلب برات حاصله. دین همچه حرفی میزنه، منتها اگر دقت فرموده باشید دین علل خصوص به صورتی که امروز ما به اون نگاه میکنیم، یعنی امر بهایی، حقایقی رو که عرضه میکند اینقدر وسعت دارد، اینقدر کلیت دارد که قبول اون، قبول اونها هرگز افکار رو، ذوق‌ها رو از جریان نمیندازه، باز نمیداره، چون همیشه در اصول عقاید اکتفا به کلیات میشد. در مورد الوهیت، در مورد مظهریت، در مورد مقام ولایت، در مورد معتقداتی که ما داریم، در مورد توحید همیشه مطلب به نحوی بیان می شود که طرز تلقی آزاد فکر انسان بدون این که از اون عقاید خارج بشود همیشه می تواند محفوظ بماند، برای اینکه هرگز در جزئیات تعیین تکلیف نمی کنه، هرگز فکر رو متبلور نمی کند در نحوه اعتقاد خاص. حتی در موردی از عبدالبها می فرمایند و بیت العدل اعظم با توجه به این قول کریم بیان صریح می فرمایند که افراد
در استنباط معانی از آیات آزادم، مشروط بر این که این استنباط رو ملاک و مأخذ و مقیاس برای افکار دیگر قرار دادهم. یعنی در واقع همونطور که خودش فکر نمی کنه، از دیگران هم منتظر و متوقع نباشد که همه در هر حال همونطور فکر بکنن. یعنی دوباره با استنباطی که خودش کرده افکار دیگران رو محدود نکن. ببینید، همیشه تضمین می شود که فکر هر کسی، ذوق هر کسی، توجه هر کسی، اعتقاد هر کسی بتواند تیران داشته باشد، بتواند سریان داشته باشد، از قالب منجمد و راکد بیرون بیاد. به همین سبب است که حتی در این دیانت شریعت هم به صورتی در میاد که با حقیقت دین منافات پیدا نمی کنه. این دعوای شریعت و حقیقت که در همه ادیان وجود داشته، لااقل اهل ادیان، اصحاب ادیان همیشه این دعوا رو میان آوردن. بعضی اهل ظاهر شدند و خودشون رو متشرع دانستند، بعضی اهل حقیقت شدند و خودشون رو اهل باطن گرفتن و با هم به نزاع برخواستند. در این دور مبارک این نزاع بالکل معنیش از دست میده. چرا؟ برای اینکه خود شرایع هم طوریست که محدودیت نمی آورن. خود شرایع ملاحظه می فرمید، توسعی که در مورد نماز، در مورد صلات که اکبر احکام شرعی الهیست، در این امر عظیم قائل شده اند به اون توسع، به اون وسعت نظر، از بین بردن شرایط محدودیت رو به حد اقلی که امکان دارد تقلیل دادند. تا چه حدی است که امکان هر گونه فعالیتی رو برای هر گونه مسئله گویی، برای هر گونه کسی که عمرشو میخواد به بافتن فروع و شقوق تلف بکند، نه تنها عمر خود بلکه اوقات دیگران رو هم تضییع بکنه، دیگه باقی نمیمونه. مجالشون لذتشون میگیره، فرصتشون لذتشون میگیره، اینها رو عاطل و باطل میکنه. چرا؟ برای اینکه قلب انسان رو با توجه به حد اقل واجب، که اقل از اون دیگه ممکن نیست، در خود نماز، در شرایطش، در زمانش، در مکانش، در احوالش، حتی در مقدماتش به عنوان وضوع و امثالو، به صورتی در می آورد که شخص نماز رو برای خودش بند پای نمی بیند. لازم نمیاد برش که عمری صرف بکند برای آموختن فروعی که امکان نداره اون فروع تمام بشه، برای اینکه هر فری فر دیگر به دنبال میاد. همینطور در مورد احکام دیگر، شرایع دیگر، و همین امر رو سرایت میدهد به تشکیلات. ولی امر به صراحت از محافل روحانی میخواهد و بیت العدل او تأکید میکند این مطلب رو که مبادا افراد احبا رو با صدور احکام و فرامین در مورد جزئیات مطالب بخواهند محدود نگه دارند و به این ترتیب محفل روحانی صفت روحانی رو از خودش بگیرد، چون روحانیت یک معنیش وسعت نظره، از میان بردن تنگناست، از میان بردن زیغ مکان و زمان است که از خصوصیات امور مادی است. پس به این ترتیب روشن شد به اندازه کافی که وقتی ما میگیم وسعت نظر چه منظوری داریم. و اونجا که مثلا امر این فرمایند حکمای وسیع النظر باید به میان بیان و همونها هستند که محبوبند و مقبولند و مطلوبند، منظور مبارک چیست؟ درست نشون میدهد که چرا حضرت نقطه اولا حکمت رو به صورتی که در عالم اسکولاستیک اسلامی متداول بود ترد کردن و چرا حضرت بهاءالله فرمودند حکمت رو و حکما رو دوست دارن، چون این قید وسعت نظر به میان آمد، وسعت نظری که در اون زمان وجود نداشت و به همین سبب حکمت رو غیر مطلوب می‌کرد، چون محدود می‌کرد، چون به تنگ نام انداخت، چون در مضیقه می‌افکند که اون مضیقه فکر رو هم مضیقه می‌انداخت و امکان جریان را ازش می گرفت، منجمد می کرد، می افسرد.
هفت یخ می بست فکر در یک همچو قالبه متسما به نام حکمت. و در همین جاست که حکمت وقتی با وسعت مشرب همراه باشه ناگزیر از یکی از آفات اخلاقی هم محفوظ میمونه و اون آفات اخلاقی تعصبه. تعصب در اعتقاد. حکیم عارف رو، عارف متدین رو، متدین شخص بیدین رو، بیدین حتی به نام بیدینی خودش شخص متدین رو، متقی شخص بی حد و قید در عمل رو، اون شخص بی حد و قید در عمل شخص متقی رو، مدام همه هم دیگر رو تخته کن. چرا؟ برای اینکه هر کسی میخواهد درست در قالب محدود خودش هم فکر خودش رو و هم افکار دیگران رو نگه دارد. این همون زیغ نظر است که تعصب می آورد و این تعصب فقط خاص ادیان نیست. بسیاری از عقاید که بر مبنای بیدینی است تعصب رو به حدی اشد از ادیان بالا می برند و با استبداد فکری نظری بسیار شدیدی همراه می کند. به همین سبب که خواستند و گفتند که حرف همین است که ما میگوییم، فکر همین است که ما میکنیم، حقیقت همین است که ما به دست آوردیم، بنابراین دیگه راهی برای پیمودن نمونده، پس تو دیگه حق استنباط رأی رو با نظر خودت نداری، چون تو چه کاری که علاوه بر اون چه من گفتم و یافتم به خودت اجازه گفتن و یافتن بدهی. در همین جاست که نظر محدود می شود، فکر محدود می شود و حکمای وسیع النظر تبدیل به کسانی می شوند که در واقع باید بهشون گفت زندانبان افکار، باید براشون گفت کسانی که فکر رو با برودت تعصب و جمود خودشون باعث می شوند که یخ بزنند، بیافسرد و از جریانی که خاص اون بود و لطافتی که از همین جریان برای اون حاصل میشد بازدارم و امیدواریم که هرگز فکر هیچ متفکری در دایره امر بهایی گرفتار همچه مصیبتی نشود، چون اون وقت یک همزو شخصی بسید